اسم مادر چی؟ پروین پروین چی؟ پروین قایم مقامی قایم مقامی وقت دوبله کار کردی؟ نه نه ببین مامان کلاس میره مثلا مامان من خیلی زن فعالی بود من کلاس پنجم دبستان که دیپلوم میگرفتم مدرسه بغلی مامان که این ام 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 امتحان نهایی پنجم میدادم که دبستانم هم تموشه مامانم مدرسه بغلی امتحان نهایی دیپلمش رو میداد یعنی درسش رو ادامه داد بعد مثلا مهد کودک زد یه مدت خانمایی که این چیزای زنان مستقل شاد و بازیگری اینا... رفت نه اصلا ولی همیشه زن فعال یعنی آقای جیرانی خیلی جالبه تو زندگی ما همیشه من صبح که بیدار میشم با صدای تلفن بیدار میشم مامانم داشت یا یکی رو شوهر میداد یا طلاق یکی رو میگرفت یا داشت واسه یکی اسباب کشی میکرد یعنی زن خیلی مفیدی بود و همیشه یه کاری مثلا یه مدت میگم یه مهد کودک خونگی زده بود چند تا از این خانمایی که جدا شده بودن و چیز نداشتن و آورده بود بچه های محل رو توی ساختمون ما نگه میشه مامانم در خیلی زن فعالی بود خیلی زیاد بازی اصلا, اصلا بازی نکرده اصلا, بازی نکرده و صدا رو خیلی دوست داشت که بابا اجازه نداد نه یه سری کلاسای اون موقع ها تلویزیون آزاد گذاشته بود و اینا رفته بود که بعدم سر فیلم دایره زنگی از فرهادی و پریسا بخت و بر عزیز خب دوستای خیلی قدیمی من بودن رفت آمد خانوادگی داشتیم بچه همون هم سن سال بودن اصلا کشف آقای فرهادی بود مامانم که آره گفت آره، اصلا پیشنهاد من نبود قبلش یادم نیست قبلش خواستم نه اولین قبلش... بار قبلش... از اونجا بازی کرد و الان هم خب خیلی دلتنگ یاره دیگه بعد 60 سال زندگی که اصلا قرار نیست که من الان جلو دوربین بگم با زندگی ما خیلی مثلا جوری بود که اینا عاشق هم بودن روزای خوب داشتن مثل همه مام بابا روزای بد داشتن مثل همه نسل گذشته نمیدونستن شاید که گای و قد باید جلو بچه ها آدم یه چیزایی رو رعایت کنه نکنه به هر حال ممکنه بحثشون هم ما دیده باشیم ولی با هم بزرگ شده بودن بر همین خیلی به هم وابسته بودن بله واقعا مامانم مثل یه گنجش که میمونه که تو بارون افتاده باشه از لونه بیرون تنها شده خیلی تنها شده آره، و زن خیلی مستقلیه شاید این به خاطر ژنتیکشه که ما یه رگ و ریش روسی و اینا از مامان ما بزرگ و اینا داریم یه استقلال بادکوب هستین شما مامان ما بزرگ مهاجرین بله هستن. بعد اومدن توی انزلی ازدواج کردن و بعد مامانم عراق به دنیا اومده ولی ما یه رگ اونوری و انزلی و اینا تو متولد داریم. شدی عراق بعدش کجا رفتی بعد من دو سالم بوده ما اومدیم تهران اوه. وقتی که اومدیم تهران من شیش سالم بوده پنج سالم بوده بابا رفتن انگلیس یه دوره رو ببینن در رابطه با کار هم شرکت نفت که اون دوره رو که رفتن ببینن تصمیم گرفتن بمونن اونجا و بعدش که انقلاب شد جزو کسایی بود که دوست داشت برگرد میگم آدم خیلی عجیب و خاصی بود همه تصمیماش تصمیمای یه ذره رادیکال بود گرایش سیاسی چپ به نظر من همیشه داشت ولی ام. این اواخر نه خیلی نسبت به همه چی میگفت اون آرمانایی که نسل ما داشتیم هیچیش باقی نمونده و همیشه بابا از تجربه خودش به من میگفت فعالیت اجتماعی کن میگفت فعالیت سیاسی خستت میکنه چون تو همیشه بازی میخوری لابلای سیاست های مختلف تمام نسل گذشته که گرایش سیاسی داشتن و همشون چپ بودن خسته شدن و گذاشتن آره. کنار و بابا به با با من آره بابا من خیلی جوون بودم من با کتابای اوریانا پارچه چون بمبارون بود همه خونه ما یه آپارتمان بود که مثل همه این ساختمون‌ها اکثرا رنگی یادتونه پناهگاه ساخته بودن تا آژیر می‌زدن همه می‌رفتن بابام کتاب رو می‌گرفت داشت می‌گفت من نمی‌خوام بیام حالا یا زنده میمونم یا نه من مثلا بودو هم و تو راپلو واسه زندگی اینجوری چنگ بزنم دوست ندارم همیشه مامانم هم هرس می‌خورد که چرا نمیای تو 6 سال بوده دیگه 59 6 سال بود بله جنگ شروع شده آره بله 6 سالم بود که بعد در واقع انقلاب 5 <آ��> سالم بوده بعد تو بس این سالا تهرانی دیگه از عراق می تهران میایم تهران یه سال یه سال نمیمونیم میریم انگلیس دوباره یه سال یه سال بعد تقریبا 2 سال یه سال چند سالت بودی تو انگلیس بودی؟ کوچولو بودم دیگه مثلا از سه خیلی من ما برا... برایتون زندگی میکردیم برایتون خوب آره برایتون بودیم بابا اونجا یه دوره ای رو میدیدن و یه خیلی یادمه خیلی چیزا خب من حافظم کلا حافظه خوبی حالا الان که مثلا دیشب نخوابیدم یه اسم فامیلی کیومرس مرادی رو یادم میره خیلی وقتی خستم کوتاه مدت تحصیل نه ولی خب توی تئاتر و فیلم و اینا نمیدونم شنیدین یا یعنی نه به من میگن جهانگیر فروهر دو یعنی من فیلم نام رو میگیرم دست البته نمیشه آقای فروهر انشالله که قرین رحمت الهی باشن من خیلی دوستشون داشته هم بازیشون هم شخصیتشون ولی من واقعا تمام دیالوگای نقش مقابلم هم حفظ میشم